درام خداوند بخشاینده و مهربان سلام بر شما بیننده و شنونده سنترال افغانستان هستن امروز چهارشنبه سی و یکومه آگست و نهومی سنبوله هست توجه شما میکنم به مهمترین خبرهای افغانستان اگر از درشه فیسبوک بیننده هستین سرویس خبری را به اشتراک بیمانین خبرها را از جزیات انفجار امروز در سر کوتل خیرخانه آغاز میکنیم وقتی امروز انفجار در سر کوتل خیرخانه به وقوع پیوست که در نتیجه به ادعای طالبان دو نفر کشته شده و سه نفر دیگر زخم برداشته است. خالد زدران سخنگوی طالبان برای قماندانی امنی کابل گفته است که در این رویداد دو نفر جان باخته و سه نفر زخمی شده و به گفته او این انفجار زمانی به وقوع پیوست که یک موتر نو کرولا مواد انفجاری را انتقال میداده که در نتیجه انفجار کرده و به افراد ملکی آسیب رسیده است باشندگان محل ما مدعی هستند که این انفجار پس از آن به وقوع پیوست که یک کاروانی از نیروهای طالبان از بگرام برگشته بودند و این انفجار در بین قطار اونا صورت گرفته که سه نفر با مزرعت سه موتر طالبان به صورت کامل تخریب شده و از بین رفته است شاهدان عینی میگه که در این انفجار شمار از اعضای طالبان کشته و زخمی شده است اما این آمار را طالبان و این ادعا را تایید نمیکنند. این در حال است که یک ویدیو هم از این صحنه بیرون داده شده که نشان میده شمار از شماره از نظامیان طالبان از موتورهای خود پایین شده و این طرف آن طرف میده اما تا به حال به گونه رسمی آمار دقیق این تلفات این انفجار مشخص نشده است کوچه های مسلح و ادامه زورگویی هایشان در بلوسفاله میرامور ولایت دایکندی این بار بالای مردم و باشندگان محل شلیک کرده است بنامه مردمی از پولستفاله میرامور ولایت دایکندی در گفتگو با روزنامه هشت صبح مدعی شده است که زمانی که باشندگان محل میخواستن للمه هایشان را جمع بکنند در قریب آرام تکتو کوچه های مسلح بالایشان شلیک کرده است و با گفته باشندگان محل کوچه ها از ساله های سبوک سنگین استفاده کرده و با فیرهای مسلسل مردم را ترسانده و خیلی ها مجبور شده که با جاهای دیگر پناه ببرند. بعد از که قضیه به ولسوالی میرامور میرسه مثلا طالبا و برخی از بزرگان محل هم رفته بوده تا میانجیگری بکنه اما کوچه ها با نیروهای طالبا هم درگیر شده که یک نفر از نظامیان محلی طالبا هم در شانش مرمی خورده و زخمی شده است این در حالی است که قبلا هم سنترال افغانستان از این منطقه تکتو دو بار گزارش کردند که باشندگان محل مدعی بودند که کوچه ها یک بار یک نفر اختطاف کردند چند بار پول مردم رو دزدی کردند چندین بار قسمت های از زمین های مردم رو هم اینا اقامه دعوا کرده و امسال حتی برخ مزاره مردم رو هم چرانده و مردم را تهدید کرده که باید شما از کوه جمع نکنید للمه ها را جمع نکنید و اما با گفته باشندگان محل مسئول طالبان در این مورد به صورت جدی اقدام نمیکنه و بیشتر تلاش میکنه با مردم طور رفتار بکنه که بگه شما با کجاها بسازین یعنی با کجاها بسازین هر چی کوچه ها گفت قبول کنید جسد یک خانم دکتر از قصبه کابل پیدا شد به گفته منابع مردمی این دکتر خانم شکریه نام دارد و در شفاخانه 102 تر خیرخانه به عنوان متخصص نسای ولادی کار میکرد است او سه روز پیش پس از آن مفقود شد که سه خانم خودشان را مریضدار جلوه داده و با زاره و گریه پشت دروازه خانم الکوزه آمده و میگوید مریض داریم باید به شفاخانه بره و ما را کمک کنیم بعد از آن دکتر خانم با این افراد بیرون میشه و سه روز بوده که کاملا لا درک بوده است امروز اما پیکر بیجانی او پیدا شده است این در حالی است که دیروز نیست خانم لاها یک خانم 24 ساله که دانشجو در رشته طب بود مدعی شده است که قاری سعید خستی سخنگوی پیشین وزارت داخل طالبان بالای او تجاوز کرده بارها و به زور با وی نکاح کرده و در نهایت را لت کرده او همچنان مدعی هست که خانوادهش از ترس کشته شدن هم مجبور شدن که افغانستان را ترک کنند او میگوید که ممکن خودش هم بعد از نشر این کلیپ کشته شود و این حال این مقام پیشین طالبان میگوید که شش ماه قبل با خانم الهه ازدواج کردند ولی چون او توهین به مقدسات اسلام میکرد و باور من برزش و اسلامی نبود هرچی نصیحت کردم جور نشد و طلاقش دادم با این حال شهروندان کشور میگن که سخنگوی پیشین وزارت داخل طالبان در تلاش است با این نحو خانم الهه را تکفیر بکنه و زمینه محکمه صحرای آن را فراهم سازد علی نظری مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود میگید که در یک سال گذشته مقاومت رشد کرده و پیشرفت داشته و اکنون با چهار هزار نیرو در شش ولایت افغانستان علیه طالبان می جنگد به گفته آقای نظری طالبان نقض حقوق بشر میکنند و بارمن ارزش های انسانی نیستند و یک حکومت مردمی را شکل نداده و حقوق اولیه و شهروندی مردم افغانستان را نقض کرده است او گفته است که این گروه پایبند به ارزش های انسانی و اسلامی نیستند و همچنان به گفتگوها هم باور نداره باید ما فشار بیاریم تا یا را نابود بکنیم و یا به نحو وادارش بکنیم به گفتگوهای معنادار تا زمین صلح واقعی در افغانستان فراهم شود عفه بین الملل اعلام کرده است که نیروهای امنیتی ایران و ترکیه بارها شهروندان افغانستان را بنا بر تهدیدات امنیتی تلاش میکنند که از مرز عبور بکنند مستقیما مورد گل باریک قرار داده و به قتل میرساند انستیتوت صلح آمریکا میگه که مقامهای های حکومت پیشین افغانستان با سوی استفاده از مقامشان و فساد گسترده یک نظام مقتدر را ضعیف کردند و در نهایت از بین بردند. منابع محلی در ولایت پنجشیر میگن که طالبان شمار از باشندگان این ولایت را تهدید به کوچی اجباری کرده است و ادعای رسانهای داخلی طالبان روز سه شنبه هفتم سنبله در نشستی با بزرگان محلی دری عبدالله خیل ولسوال دره خطاب با آنان گفتند تا روز جمعه این فردا باید مقاومتگران را به این گروه تسلیم کنید در غیر صورت از اینجا کوچ بکنید زیرا ما خانه های شما رو ملکتان میگیریم و اگر نروید شما رو به زور از این ساحه اخراج میکنه طالبان حال در این مورد اظهار نظر نکردن این در حالی است که به تازگی فرمانده جدید جنگی رو مقام های بلند پای طالبان به عنوان رهبر جنگ در پنشیر و اندراب گماشته است بر اساس گزارش ها بیش از ده متخصص شفاخانه 420 ارتش به آلمان و کانادا پناهنده شده است نمایندگان روسیه و ایران در مورد افغانستان در نشست رایزنی کردن به گزارش رسانه ها حسن کاظمی قومی نماینده ویژه ایران و زمیر کابلوف نماینده روسیه در امور افغانستان روز چهارشنبه نهم سپتامبر در مسکو با همدیگر دیدار کرده و یکی از بحث بسیار مهم امنیت و ثبات افغانستان بوده و اینکه باید تروریسم در افغانستان رشد نکنه و تهدیدی برای کشورهای منطقه به خصوص همکاران روسیه و ایران نباشد در ادامه های سلفی ها در کشور یک عالم دین در کاپیسا کشته شده است این عالم دین مولوی نصر نام داشته و دیروز به قتل رسیده است روید آستین وزیر دفاع آمریکا میگه که در نخستین سالگرد خروج آخر نظامی خود از افغانستان قرار داریم ولی ما معمولیت مبارزه با تروریسم را در افغانستان پایان یافته اعلام نمی کنیم و ما وضعیت کلا رویش تمرکز داریم و این بار تلاش میکنیم که ریشه تروریسم را خوش و خبر آخرین که میخائیل گورباچوف آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی درگذشت خبرگزارهای روسیه به نقل از مقامهای های صحی این کشور اعلام کردند که میخائیل گورباچوف رئیس جمهور اتحاد جماهیر شوروی پیشین درگذشت است خبرگزاری روی نیز گزارش کرده است که گورباچوف روز سه شنبه سی آگست در سن 91 سالگی درگذشته است. گورباچوف آخرین رئیس جمهور اتحاد جماهیر شوروی بود که های کاهش تسلیحات را با ایالات متحده آمریکا امضا کرد او با قدرت با قدرت های غربی برای برداشتن پرده آهنینی که اروپا را پس از جنگ جهانی به دو بخش تقسیم کرده بود نیست و توافق رسیده است با این حال در روسیه دیدگاه ها در مورد او دو گونه بود است شمار او را متهم کردند که قدرت روسیه را تضعیف کردند و روسیه بزرگ را از بین بردند با این حال برخان خوشحال هستند که او بالاخره موفق شدند یک جنجال بزرگ را از بین و دیگر جنگ سردی با اون شدت گذشتهش نیست و باید را تقدیر کرد با این وجود گرباچوف اکنون در سن 91 سالگی درگذشته است از توجه و همراهتان جهان سپاس تا درود دیگر بدرود